سلام، درس 86 رو شروع میکنیم با عنوان Uncountable Nouns. خب، مبحث آشنایی برای ما، چون ما در سرتاسر این کتاب و کتاب قبلی هر جا که اسمی غیر قابل شمارش بود در حد امکان توضیحاتی برش دادیم، اما حالا میخوایم بیشتر یه تعداد بیشتری رو یاد بگیریم و این به ما کمک میکنه که هم با اسامی غیر قابل شمارش پرکاربرد داشته باشیم، همین که یک منطقی پشت این هست که خب قابل توضیح دادن نیست، یعنی چون قاعده و قانونی برش نیست نمیشه هم توضیحش داد، اما آدم متوجه میشه که اصل کار به چه صورت هست. بخونیم: common uncountable nouns، اسامی غیر قابل شمارش رایج. One of the problems with uncountable nouns is that many of them are countable in other languages. بله، میگه یکی از مشکلاتشون اینه که خیلی از اینا در زبان‌های دیگه اصلا غیر قابل شمارش نیست، اونجا میشماریمش. مثلا I need information. خب در فارسی اطلاعات خودش جمع ازن دیگه، ولی تو انگلیسی ما نمیتونیم بگیم informations. I need information. نمیگیم I need an information و یا informations. به این حالت نداریم. I need some information. و نمیگیم I need informations. میبینیم. و یا the homework was difficult. ما در فارسی میگیم تکالیف خودش جمع هستن، البته جمع عربیه که اومده، ولی خب تو انگلیسی اینو نمیگیم. That homework was difficult. نمیگیم the homework were difficult. به این حالت بس فعل مفرد براش میذاریم، نه جمع. آشغال در انگلیسی rubbish، که معمولا امریکایی بهش میگن trash. garbage هم میشه گفت garbage. اینا uncountable هستن. You can put all that rubbish in the bin over there. میتونی همه اون آشغالا رو، تو فارسی داریم میگیم آشغالا رو، ولی اینجا all that rubbish، بنداز تو سطل آشغال که اونجاست. Is there any more news about the man who is injured؟ میگه خبر جدیدی. خود نیوز در فارسی اخبار هست، که البته باز اینم عربیه، ولی در انگلیسی نیوز اون اسمش بابت جمع نیست، همینه. اگر مثلا دو تا خبر داشته باشید از پیس استفاده میکنید، مثلا I have two new pieces of news. این شکلی میگیم. She gave me some good advice about buying a car. میگه البته در فارسی هم ما مشاوره به معنی اینکه یه نفر یه چیزی گفت و مشورت رو جمع نمیبنیم، نمیگیم مثلا مشورت ها کم پیش میاد، ولی در انگلیسی کلمه advice جمع بسته نمیشه، نمیگیم مثلا advices، advice هست. بعدی do the children get pocket money. پاکت مانی پول تو جیبی هست، که خب مانی کلا خودش uncountable، ما اینو جمع نمیبندیم. و نکته بعدی که حالا اینجا بهش اشاره کردیم باید در نظر بشوی، علاوه بر اینکه جمع نمیبندیم، در نتیجه با فعل جمع هم استفاده نمیکنیم دیگه. You need a lot of equipment for camping. Equipment، تجهیزات. حالا میبینید باز در فارسی جمعه، جمع الف و ت عربی داره، اما در انگلیسی equipment جمع بسته نمیشه. For example tent، sleeping bag، چادر، کیسه خواب، torch، torch که میشه چراغ قوه، things for cooking، وسایل برای آشپزی و غیره، etc. We sold the furniture، مبلمان رو فروختیم. حالا همه اون وسایل رو میگیم مبلمان، دیگه جمع نمیبندیم، یعنی اون میزش باهاش بوده، چنم صندلیش بوده، کاناپش بوده، همه چی. The scenery is really beautiful. Scenery منظر است. در فارسی خب ما میگیم مناظر هم میگیم، ولی در انگلیسی نمیشه. My knowledge of Russian is limited. دانش من در زمینه در روسی محدوده. خب دانش هم چیزیه که ما در فارسی جمع نمیبندیم، دانش ها نداریم،
حتی که میشه گفت، چون فارسی خیلی زبان محدودی در این زمینه نیست که بخوای مثلا یک کلمه رو، بستگی به نوع صحبتتون شما میتونید اینها رو جمع ببندید، اما مثلا میگیم دانش‌های نوینی که ظهور میکنن، اما خب همین رو بخوایم به انگلیسی بگیم دیگه از کلمه نالج استفاده نمیکنیم. بعدی، she's worked very hard and I believe she's making progress. میگه خیلی سخت کار کرده و من باور دارم که داره پیشرفت میکنه. To make progress، پیشرفت در واقع uncountable هست و ما اینو نمیگیم progresses. بعدی، could you take the dog؟ میتونی سگو ببری؟ We haven't got any room in our car. Room اینجا معنی اتاق نیست، معنی فضاه. میگه منظور اینه که سگه رو میتونی با خود ورداری ببری، حالا مثلا بذاری تو ماشین خودت. ما تو ماشینمون جای خالی دیگه نداریم. فضا، اگر دقت کنید همه اینها در واقع اشاره به کانسپت دارن. کانسپت ها رو ما اگر در فارسی هم بخوایم بگیم اکثرشون رو به همین حالت میگیم، ولی چون ما میتونیم در محاوره اینها رو عوض کنیم تو فارسی، خب جمع هم میبندیم. اما اکثر وقتا درستش نحوه صحیحشونه که جمع نبندیم. بعدی میگه که Would anyone like some more toast? Would anyone like more? Would anyone like some more toast? که داره اشاره میکنه که کسی توست میخواد، یعنی از این نون توستی که حالا نونی که توست شده، حالا فقط این که توست نیست، داغ میشه در واقع. بعدی میگه که The children's behavior was terrible. رفتار بچه ها وحشتناک بود، خیلی بد بود. خب میبینید رفتار، اون کانسپت رو داریم میگیم، اما اگه بخوایم به هر رفتاری جدا جدا برسیم، اونجا میتونیم بگیم رفتارها تو فارسی منظور. They were climbing all over the furniture and making a lot of noise. میگه همینجوری از مبلمان و همه چی بالا میرفتن و کلی سر صدا کردن. Uncountable nouns in dictionaries. خب حالا چه جوری تو دیکشنری با اینا برخورد میکنیم؟ من اینو قبلا توضیح دادم ولی باز اینجا مرور میکنیم. Dictionaries show countable nouns with a C and uncountable nouns with a U. Some nouns can be countable with one meaning and uncountable with another. خب معمولا جلوی همو حرف یا علامت C میزنه یا میزنه U که معنی uncountable، یه وقتایی هم هر جفتشو میزنه، یعنی این مثلا در یک معنی countable، در یه جای دیگه uncountable. اینو باید مد نظر داشته باشیم. مثلا خب اینجا ببینید کلمه experience رو معنی تجربه رو گفته. uncountable وقتی معنیش اینه the knowledge you get from doing a particular job or activity، در واقع اون تجربه، مثلا فرض کنید یک کاری رو انجام دادید و شما الان آدم با تجربه ای هستید، اونو جمع نمیبندیم. میگه she's got a lot of experience of working with children. تجربه زیادی در کار با کودکان داره. اما اگر تجربه رو حالا در این یکی فرمش که countable هست به عنوان یک اتفاق در نظر بگیرید، یه چیزایی که پیش اومده و یک میگم اتفاقات جداگانه در نظر بگیرید. Something that happens to you that affect the way you feel. Affect the way you feel. یه چیزی که اتفاق افتاده و حس شما روی حس شما تأثیر گذاشته. میگیم که I had so many fantastic experiences on my trip to Thailand and Japan. یعنی اونجا تجربه های مختلف، مثلا چیزهای مختلفی که تجربه میکنی، اینجا غذا خوردیم، اونجا فلان کار کردیم. میدونی این یکی ها اینایی که در واقع یک سری اتفاقات یا یک سری اعمالی هستن که شما انجام میدید و بعد همه رو گذاشتید کنار هم و از تجاربتون صحبت میکنید. بعدی چانس یا چانس به معنی لک، شانس، و دومی به معنی شانس در مبنای یک در معنای یک فرصته.
اولی میگه لوتو is a game of chance. بازی لوتو یه بازی شانسیه. اما دومی میگه که he's had several chances to go abroad. But he's just not interested. میگه که کلی شانس یا موقعیت داشته که بره خارج اما کلن علاقه نداره. پس به این نکته هم توجه کنید. زمانی که یک کلمه رو با چند تا معنی یاد میگیرید ببینید که در اون معنی که شما دارید یاد میگیرید countable یا uncountable اگر اسامی رو دارید یاد میگیرید. و در آخر making uncountable nouns countable. این مطلبی بود که در درس کنتینر ها تا یه حدی باهاش آشنا شدیم. یعنی راههایی هست که uncountable ها رو بتونیم بشماریم. مثلا در اونجا که در تو مواد غذایی صحبت میکردیم خب خیلی از مواد غذایی uncountable هست. ما میتونیم به واسطه اون بسته‌بندیش بشماریمش. مثلا واحدشو بگیم مثلا two loaves of bread، دو تا قرص نان، در واقع اون قرص رو میشماریم و اطلاقش میکنیم به نان. حالا در اینجا یه سری دیگه شو میگه you can make some uncountable nouns singular. میتونید یه سری از حروف ببخشید کلمات اسامی uncountable رو به صورت مفرد بگید که خب مفرد هستن. Sometimes we do this with a word like peace. مثلا برای اینها استفاده میشه. Advice, equipment, toast, furniture, news. این peace رو دیدید دی خیلی جواب کار بده. But in spoken English we often use a bit. میگه در حالت صحبت و غیر رسمی و اینا a bit میگهیم. برای بیشتر uncountable ها. مثلا a good piece of advice. یعنی یک مشورت خوب یا توصیه خوب یه نفر میکنه و پیس میگیم. A piece of advice که حالا این گودش رو میتونید بذارید یا نذارید یا یه چیز دیگه جاش بذارید. و یا another piece of toast، یه تیکه دیگه از این نونه مثلا. Another piece. و یا an interesting bit of news. An interesting bit of news. و دوباره میگیم یه خبر جالب. و یا just a bit of rubbish، یه کمکی آشغال که حالا منظور برای شمارش اینها میتونید به این حالت به کار ببرید. پس piece و a bit میتونن کمک کنن که شما اگر میخواید یه کلمه uncountable رو تبدیل به countable کنید بهتون کمک کنن. این درس خیلی مهم نیست برای اینکه محل اشکال فراوانه. خیلی از کلمات uncountable رو ممکنه که ما اشتباه بگیم در فرم کانتبل استفاده کنیم. خب توی این درس اینا رو تمرین میکنیم و تمرین های صفحه بعدش هم انجام بدید. اگر به مشکلی خوردید میتونید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.